گلزک کارش رو تمام بکنه. وای 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 بزن 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 سدو. سلام به ویدیو دیگه، خوش اومد بچه. توی این ویدیو قراره که یه ویدیو خیلی خیلی متفاوت و استارت بزنیم بچه. این ویدیو قراره که با ترکیب خوب و دوست داشتنی لاوالون یه چند تا بتل دوی گرند چلنج بزنیم بچه. قبل از هر چیز میخوام بتلی که همین چند دقیقه پیش با این ترکیب دوست داشتنی و قدرتمند لاوا زدم و بهتون نشون بدم بچه. اصلا فکرشم نمی کردم اینقدر تو وین دوم بخواد بازی حساس و جذاب پیش بره. حالا من دو برابرش میکنم، شما نگاه بکنید بچه. واقعا هر چقدر از جذابیت بتلی که دارید میبینید بگم کم گفتم. درسته بتل رو بردم ولی واقعا نگاه کنید دیگه چی شد. اینجا هاتون به سونه زدم، میگم از اون بتلایی بود که یکاش لایبشو میگرفتم. اگه میدونستم یه همچین بتلی قرار در بیاد لایبشو میگرفتم. اصلا نگاه کنید اینجا من سوتی دادم، درسته کینگ تاورش اکتیف شد. حالا با اینکه مچای من بود یا مچای من نبود کاری ندارم، قسم مچای من بود، ولی خب بازی به نظر من مرده رو تونستم برگردونم. حالا شما نگاه بکنید چه اتفاقی افتاد. اینجا نگاه کنید، اینجا هوگرایدر دو تا ضربه رو زد، من گفتم باختم. فایر کرکر هم یه ضربه رو زد، گفتم آقا دیگه باخت دادم، خیلی بد شدش که توی بین دوم باخت دادم، ولی خب این اتفاق نیفتاد دیگه. الان نگاه کنید چی میشه. اینجا اینفرنورم زد، دیگه کلا ناامید شدم من، اصلا دیگه ناامید بودم. همونطور که میبینید هیچ اتفاق خاصی هم نتونستم رقم بزنم دیگه، تاور رو هیچ کاری نتونستم انجام بدم. اینجا ضربه اول تازه بالون انجام میده، در واقع از همون سمت دیگه اصلا زیاد مهم نبود. نگاه کنید الان این لحظه بازی رو نگاه بکنید، به نظر شما یا توی حالت عادی میشه این بتل رو بردش؟ به نظر من که نه. حالا اگه بخواد ترکیبش لاوا باشه، ترکیبش پکا باشه، هیچ ترکیب دیگه ای به نظر من، حالا با وجود اینکه کینگ تاور اکتیوه بچه ها، نما کنید من چیکار کردم. حالا شاید چون با لاوا زیاد بازی نمی کنم نمیدونم چیزا رو، شاید چیز طبیعی باشه که در واقع این اتفاق افتاد، شاید چیز واقعا طبیعی باشه من نمیدونم، ولی واقعا جلوی ترکیبایی مثل در واقع هوگرایدر یه چیزی واقعا میتونم بگم قفله، خیلی سخت این کار بخوای انجام بدی. من که تو ترکیب خودم وقتی یه تاور رو بدم و کینگ تاور رو اکتیو بکنم اصلا بازی میرم بیرون، ولی بچه ها بهم ثابت شد که لاوا این قدرت ها رو داره که هر لحظه از بازی برگردونه همه چی رو، و واقعا برای من چیز استثنایی بود که اتفاق افتاد. تازه چند تا بتل دارم با لاوا بازی میکنم، ولی خب قطعا توش نوبم، ولی خب یه چیزایی بلدم که بالاخره رو کنم دیگه. ما هم دست و بسته نیستیم توی جلوی این ترکیبا، و این خیلی برای من جالب بود دیگه. اینجا هم که بتل زدم ترکوندن، ما کنید دو ستارهش کردم، و واقعا بتلی بودش که کاش لایو میگرفتنش. بریم داشته باشیم ادامه بازی ها رو، به امید اینکه به همین اندازه بتل ها جذاب در بیاد. بریم داشته باشیم وین سوم رو با همین ترکیب دوست داشتنی لاوالون بگیریم، و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد بچه ها. لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره، یه کامنت انگلیسی در جهت روش چنل برای من بذارید، خیلی برام مهمه اینجور چیزا، و منو خیلی خیلی خوشحال میکنید با این کارتون. مجبورم فایربال بزنم بچه ها. اوکی هیچی نداشتم واقعا، چون تومبستون و اینا نمیتونست شده پرینسس رو بگیره، اونم توی بریج این کار انجام داد دیگه. کمکم کنید بچه ها. نمیدونم توی لاک بیت چه در واقع مچه پیش رمونه، ولی من تمام شده شما میکنم قطعا. بربریانو میزنم اینجا. مگارو میزنیم اینجا. زب فایربول خیلی زور داره بزنم. وای فایربول رو زدم بچه ها، خیلی زور داشت برام. اون لحظه از بازی بخوام فایربول بزنم. تومبستون بچه، حالا شما که لاوا بازی میکنید بهم بگید یه همچین مچایی به نظرتون چقدر درصد بردش برا من، یه عدد بهم بگید، مثلا بگید 50-50-60-40 یه عدد دیگه. از نظر من 70-30 به نفع این ترکیب لاگبیته، چون واقعا همونطور که داره بازی پیش میره کار خیلی سختی داریم واقعا جدا این ترکیب. حالا کاری ندارم پلیرش باشه یا نباشه، هر جوری باشه ما
یه بسیل سختی داریم اینجا هم که بربریان بد زدم. او مای گاد راکت، ما بالونو میزنیم. اوکی فایربال، زب هم دستمونه، زب دو ضربه، خوبه خوبه. ببینیم چی کار میکنیم. آخ آخ دفاع نشد بچه ها، چرا انتظار داشتم دفاع بشه آخه. بالون بالون فایربال. اوکی بچه ها به نظرم بچه رو باختیم. من میگم حالا خواستم این ویدیو تنوع بشه ولی واقعا پلی دادن با لابا سخته، اسکیلش رو نداشته باشی نمیتونی کار خاصی انجام بدی. من حالا نه فقط لاوا، هر ترکیبی شما اسکیلش نداشته باشی واقعا توش هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. ولی من بهتون بچه‌های بعدی ثابت میکنم آقا اینجوری هم که پیش میره قرار نیست که آقا همش هم ببازیم دیگه. الان براتون تا 5-6 بیم براتون میدادم کیف کنید قشنگ، اینجوری هم نیست. یه ویدیو گذاشتم براتون که بالاخره نوب بودن ما هم تو ترکیبای لاوا مشخص میکنه. من تا حالا هیچ ویدیویی نداشتم که نوب بودنم مشخص بشه توی هر ترکیبی. واقعا با هر ترکیبی بازی کردم تونستم 100% خودم رو بذارم، ولی الان جلوی لاوا توی ترکیب لاوا فعلا که نتونستم این کار انجام بدم. ولی خب بچه ها میگم دو بچه اول که بردم واقعا خوب بود حاجی، خیلی خوب بود. خوبه بچه ها، فینیکسش هم از دست داده و ترکیبش مشخصه دیگه، رویال جاینت، اونم از نسخه لامبر جک. زب اوکی، الان ما تاورش گرفته میشد. واقعا حمله ای که انجام دادم استحقاق تاور گرفتن رو داشت. اوکی رویال جاینت رو پلی میده، ما مگا مینیون اول پلی میدیم بچه ها و بعدش هم میریم برای یا تامبسون یا کارت بربر، حالا هر کدوم که تو شرایطش بود. اول تامبسون اینجا میکاریم، خوبه. حالا بربر گیرنم بالون از سمت مخالف که قشنگ حریف دهنش سرویس بشه. بعد بچه ها کارش رو ساختم، اگه فایبال به سمت چپ نزنه که نزد بچه ها، کارش رو ساختم با همون حرکتی که انجام دادم و واقعا اینجا ناکاوتش کردم حریفمون رو و واقعا بچه ها خوبی بود، تونستم بالاخره. ولی بچه ها بچه ها دیمیش، حالا شما نظرتون رو بهم بگید، ولی به نظر من لاگبیت زد این ترکیب. حالا از خدایان این ترکیب میخوام سوال بکنم. شما باشید، میدونم که با لاوا خیلی پلی میدید. من شاید تو کل کلش رویال زیر 50 بار با لاوا پلی دادم، ولی برعکس با پکا شاید بالای 200-300 هزار پلی، 200-300 هزار بتل زدم با خود پکا و ترکیبای پکا. ولی خب میگم با لاوا شاید زیر 50 بار تا الان پلی داده باشم، شاید کمتر. عجیبه ها، من تو 8 سال که دارم کلش رویال بازی میکنم زیر 50 بار کلن کلش توی ترکیبای لاوا در واقع بتل زدم. ولی خب تمام تلاش میکنم تا یه 6 7 فینی برای امروز بزنم و خیلی خوشحال میکنید منو تا انتها همراه من باشید. میخوام در واقع ویدیو متفاوتمونو با نوب بودن ما توی ترکیبای لاوا در واقع ثابت بکنم. به هر حال ما توی هر ترکیبی نمیتونیم بازی کنیم دیگه، ما عمل لایت که نیستیم، ما هم بالاخره توی خیلی از ترکیبا نوب به حساب میاییم. مثلا توی ترکیب هوک سایکل، توی لاوا، اینا اصلا هیچ چیز خاصی ندارن برای نشون دادن. اوکی البته ترکیب هوک اون نسخش که مورتار داره، من خیلی تا الان اکانت باش گوش کردم بچه ها، تا الان من شاید بگم بارها شاید 6-7 بار فقط سیزن گذشته با اون ترکیب 8 زدم، چون اکانت توی پیشی که میگرفتم متاسفانه فقط همون ترکیب رو داشتن، انگاری که
همشون قرارداد بسته بودن با اون ترکیب لعنتی هوگ مورتار، ولی خب باعث شد که من با اون ترکیب خوب بازی بکنم دیگه. زب چرا نزدم آجی؟ ریدم زب چرا نزدم؟ یه دقیقه حواسم پرت شد، ریده شد توش. اول اینجا فایربالو میزنم آقا، خود دیگه جدی بازی بکنیم، بس دیگه نوب بازی. من اصلا اینجور چیزا خوشم نمیاد، دوست دارم همیشه 100% باشم. تون بسون زب آخو خوب شد آجی، زب ها نمیزنم. فکر کنم ضربش به تاور میگرفت، حالا کاری ندارم ولی به نظرم میگرفت. میریم برای اسکلتون دراغون. اوکی اوکی خوبه. میگا مینیون رو از جلو میزنم. فایربال خوبه، یه فایربال خیلی خوب زدیم اینجا. بریم چکار بالون، چیزی ندارم برای دفع کردن اون حرکتش. واقعا میریم برای لاوا هون در سمت چپ. تا زمانی که لاوا برسه مطمئنن دیگه اینفرنوی نداره اون وسط که بخواد اذیتمون بکنه. اوکی میگا مینیون، یه زب بالون از سمت مخالف. وای نه 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 وای بچه ها، بزن جون مادرت بزن. ای وای وای بچه ها، از اونجا بردم واقعا. میری میگا مینیونو تون بسون، لاوا از جلو که نزنه سرویس کنه ما رو. بربر بربر خوبه، نسخه خوبی الان بچه ها با این فایربال نظرم نسخهش پیچیده میشه. یه زب که میگا مینیونمون یه خورده جون بگیره. تون بسون اوکی خوبه. میگا مینیون اوکی بچه ها، میخوام یه حرکت آخر رو بزنم دیگه، یه کاری میکنم نتونه کاری انجام بده واقعا. بربر بالون اینفرنو، اینفرنو نزد، گرفت تاور و تمام. جانم چه بطل خوبی بود بچه، واقعا ترکیب حریف به نظرم ترکیب بود که بتونه منو بزنه، قشنگ مشخص بود دیگه. هم هوگرایدرش اذیت میتونست بکنه، هم بردش، بردش رو که هر وقت مینداخت گارانتی بود دیگه، مطمئن بود یه ضربه‌ای به تاورمون وارد میشه با انداختن برل. حالا هوگرایدرش کاری ندارم ولی اون برله گارانتی بود، ولی من هیچ کارت گارانتی نداشتم به خاطر اینکه حریفمون اینفرنو داشت، یعنی هر کارتی مینداختم امکان داشت که به تاور ضربه وارد بکنه، 100% نبود اصلا این قضیه. بچه ببینید داشته باشیم بطل پنجم رو که خیلی خوب داره پیش میره قضیه، ببینیم چی میشه داستان. تون بستون رو داریم برای اول بازی و بربر به نظرم خیلی چیز خوبیه برای اول بازی، کارتای خوبیه. بربر حالا میتونستم این کارم انجام بدم آم. ولی خب ببینیم چی میشه دیگه. او مای گاد جلاد بچه، همین الان بهتون بگم حریفمون الان دو هیچ از ما جلو افتاد به خاطر داشتن کارت جلاد. من اینو مطمئنم که جلاد فول زد کارت لاوای، اینو اصلا شک ندارم توش. تون بسون خوب انداختن، تون بسونو لاوا کاملا درگیر زدن امگا مینیون بود و تون بسون رو ریز اومد و چیزو جمع کرد، تو گرایدر رو جمع کرد. اوکی برابکس بریم تو کار او نه 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 خواستم چیزو بزنم. ایول ایول داره عالی پیش میره، ریدیم بهش یه بالون بزنم به نظرم کارش تمام بشه. حالا چیز خاصی هم نداشت واقعا برای هوایی زن، آره یه همینه داشتش. زب و تمام. ای جانم به این اسکیل آقا، کی گفته من
نه این ریدم تو شینگ دوبر اکتیو شد. واسه میگم کی گفته من با ترکیب دیگه بازی نمیتونم بکنم؟ قطعا میشدم بازی بکنم، ولی خب میگم تا الان با لاوا من زیر 50 بار بازی کردم توی 8 سال. خب این عدد عجیب غریبیه دیگه. من با هر ترکیبی بالاخره بالای 500 بار بازی کردم، ولی با لاوا زیر 50 بار بوده. ولی خب میدونم که الان لاوا خیلی دوست داره نگاه بکنید، خواستم این ویدیو رو براتون بگیرم. وای دادا تون بسون میگا مینیون وای مادرتون ببینیم چی میشه، چه دمیجی وارد کرد. بچه ها دیگه بسته، دیگه شوخی بسته. فایربالش میخوره بیویز. اخ بچه ها یه ریز باید فوکوس بکنم، نمیشه اینجوری. فکر نکنه خبریه. اول تون بسانو میکارم، بعد بربر. چه بربری واقعا خوب بود. هوک رایدر کلن منحرف شد. بچه ها لاوهاندو بزنیم از جلو، چیز خاصی نداره برای گرفتن جلوش. او مای گاد همین جلاد بستشه، من چی دارم میگم، همین جلاد تا قیامت بستشه واقعا. اوکی میگا تون بسون قطعا قصدش اینه که از سمتی که زیاد دمیج وارد کرده حمله بکنه دیگه. اوکی بالون اسکلتون دراگون، یه فایروال بکاریم اینجا. وا این چی بود دیگه، شانس آوردم. هوگرادیا چجوری رفت اونور؟ کمب وای 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 برو 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 برو. تمام پسشو شاقیدیم، عجیب پسشو شاقیدیم، واقعا خوب بودش. بسیدهای خیلی استثنایی رو داریم نگاه میکنیم بالاخره داشت، یا هر یه چیزهایی ما تو چنده داریم که برای خیلی قفله. بریم داشته باشیم بطل بعدی رو، وین پنجم از گرند چالنج که تا اینجا یه دونه باخت داشتیم که همون اول ویدیو بود، و عرضم به خدمت گرامی شما که بربر رو میزنیم برای هوگرایدر. اوکی بومبو داشت که انداخت. بچه ترکیبش مشخصه دیگه، ترکیبش الان یه فایرکرکر هم داره، احتمال 99% هم الان فایرکرکرش اولوشن است و این مشخصه. بعد الان 100% یه فایرکرکر هم داره. اسکلتون دراگون رو میزنیم، الان میکاره فایرکرکر شد. بله ما سریع فایربال میزنیم بدون هیچ شکی. بالون نه، وقتی لابا دارم چرا بالون رو تنها بندازم؟ قشنگ سرویس میکنه بچه ها لابا. لابا به نظر من یکی از ترکیبایی که در حال حاضر تو متا خیلی کمتر از ترکیبای دیگه زد داره، اینو مطمئن نه. حالا اینکه ترکیبش چقدر قویه و اینا رو کاری ندارم، این الان واقعا هر کی با لابا بازی میکنه باید اینو در واقع قبول بکنه که ترکیبای زد خیلی کم داره، مثل بدبخت پکا نیستش. پکا الان از هر 90 تا ترکیب 100 تاش زد بشه بدبخت. و بربر میزنیم اینجا، یا ابد فز یا ابد فز تابر، کینگ تابر الان از اون میگیره. بچه دو تا تابر رو گرفت وای حمله پشمام. وای داریم میرینیم. ببینیم چی میشه. اسکلتون رو میزنیم بچه ها. پیل آبا اینجوری بکارم پشتش بالون، یا بربره اول بزنیم. بالون
جونم به این فایربال. بزن ها، بزن ها، بزن ها. یه فایربال دیگه بزنیم کارش تمامه. یه فایربال زب، فکر کنم فایربال زب کارش تمام بکنه. وای 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 وای. بزن 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 بزن. سه دو یک. وای بچه ها زب نزد، زب نزد مود. نه چی بگم بچه ها، چقدر فشار خوردم، انگار بچه ها آخر سیزن رو دست دادم، انقدر فشار خوردم من. آبا بی خیال، این دیگه رسمش نبود، اینجوری نباید میباختم. زب آخرین ثانیه نزد. وای چه فشاری دارم میخورم. یه بطل دیگه بزنیم ها، یه بطل دیگه بزنیم، بطل آخرم بزنیم آجی، بطل آخرم بزنیم. اعصابم خورد شد، چه بد باختم. واقعا افتضاح بود. بریم مگا مینیونو. اوه چی گرمه آجی، یه دقیقه وایسا. اوکی بالون از سمت مخالفش میزنیم، شاید دیگه چیز هوایی زنی نداشته باشه. ترکیبش رو فهمیدم، این بریج اسپم نسخه آرشر کوین. و میتونم بگم یکی از ترکیبای زدم هست، مشخصه دیگه وقتی هوایی زنش آرشر کوین باشه. من توی چند ویدیوی قبلی بهتون شاید بگم ده ها بار گفتم که آقا آرشر کوین بهترین کارت هوایی زنه بدون شک. تاور رو دادی، تاور رو دادیم بچه ها. آره داشتم میگفتم آرشر کوین بدون شک بهترین هوایی زنه کرش رویاله، یعنی بهتر از آرشر کوین نداریم حتی توی کل دفاع ها. من به نظر من آرشر کوین خیلی خوبه توی دفاع کردن، و همین هم بهتون گفته بودم که آقا برای حمله کردنم به درد نمیخوره. و ببینیم چی میشه داستان. بربر رو بکاریم، میتونیم بازی ببریم، پتانسیلش داریم قطعا با ترکیبمون. بهتون یه بار گفتم این ترکیب زیاد مهمی سابر بدی یا نه، مهم اینه که تاور رو ازش بگیری. اوکی بالونو زدیم که خواستیم این کار سریعتر انجام بدیم دیگه، چون سمت چپ شانسش بیشتر نسبت سمت راست تاور رو در واقع ازش بتونیم بگیریم. بعد این کارم انجام دادیم، یه فایربال بعد از اینجا بزنم که حالا دیگه داستان نشه برامون. میگا مینیون تومب. خوبه آقا، خوبه، داره خوب پیش میره. واقعا یکی از بچه ها میگفتش که ترکیب لابا واقعا میتونم بهتون میگم کمزد ترین ترکیب کلش رویاله، یکی از رفیقان بهم میگفت، من باورم نمیشد ولی الان داره به هم ثابت نمیشه. تابه رو گرفت، بچه ها ریدیم. وای این چه وضعشه، من تا حالا تو هیچ ویدیویی انقدر زجه نخورده بودم و عجیب غریب بود، اصلا یه همچین ویدیویی کاش نمیگرفتم. و اصلا ریده شد توش. آقا از این ویدیو امیدوارم خوشتون اومده باشه، تو این ویدیو که کلا فشار خوردیم و متوجه شدید که توی لابا اصلا خوب نیستیم. حالا شایدم من زیاد صحبت کردم و حواسم به بازی اصلا نبود، حواسم به گیم پلی نبود، ولی خب هر چی بود ویدیو امروز فقط فشار بود و فشار بود و فشار. تا یه ویدیو بمب دیگه که قطعا دیگه از این ویدیو نخواهد بود، چون من خودم خوشم نمیاد. شما گفتید که با ترکیبای دیگه بذار، من با ترکیبای دیگه اصلا حال نمی کنم. من فقط هر چی که مربوط پکا باشه، اصلا هر چی بگید شما پکا توش باشه، من تا آخرش براتون میرم. تا یه ویدیو بمب دیگه، فعلا.